سلام خیلی وقت در مورد جینزب حرف نزدیم اصلا خودم فراموشش کرده بودم یعنی توی این کارهای و شلوغی روزانه و مطالبی که حتی هر روز میخوندم و خبرهایی که دنبال میکردم دیگه کمتر خبر از جینزب می‌شنیدم که بخوام در موردش صحبت بکنم شاید یکی از دلایلش اینه که اون داغی و شور اشتیاق اون سال اول جینزب که هر روز یه خبر جدید ازش در میومد دیگه یه ذره خابیده و شاید هم خیلی دیگه نامید شدن و فکر میکنن جنیز قراره که یک تحول خیلی عظیمی رو ایجاد بکنه و دیدن نداره داره یک سری تصاویر و کشفیات روزمره نجومی رو انجام میده در صورت جنیزب داره با قدرت تمام کارش رو پیش میبره و در حال جمعوری اطلاعات و متخصصین هم در حال تحلیل اون اطلاعات و رسیدن به کشفیات جدیدن تو همین مدت هم که سراغش نرفتیم کلی کشفیات جدید و تصاویر جدید گرفته که تو این ویدیو میخوام به چند تا از مهمتریناشون بپردازم با من امرا باشید اولین تصویر جدید مربوط به همین نزدیکی‌ها یعنی همسایه بزرگمون توی منظومه شمسی سیاره مشتریه. جیزب قبلا هم چند بار از مشتری عکس گرفته بود. ولی این بار از تیفنگار مادون قرمز نزدیک استفاده کردن و یه تصویر از یک قسمت کوچیک از سطح مشتری گرفتن که به خاطر ویژگی خاص این طول موج و روشی که باش تصویر رو تشکیل دادن این عکس در واقع لایه‌های بالایی جو مشتری رو تونسته نشون بده. در واقع این تصویر سمت چپ که قدیمیه که به نظر تصویر نگاتیو از مشتری میاد تصویر دوربین مادون قرمز نزدیکه این رنگ هایی که میبینید واقعی نیستن و رنگ هایی که برای هر طول موج خاصی انتخاب کردن تا این تصویر رو تشکیل بدن تصویر جدیدی که گرفتن تصویر سمت راسته که با تیف نگاره با همین طول موج گرفته شده یعنی امواج دریافتی با طول موج مادون قرمز نزدیک به نور مرئی رو برای هر نقطه تجزیه کردن و بعد با توجه به این طیف تشکیل شده میشه محل دقیق ساته شدن این امواج و عناصر سازنده اون رو مشخص کرد بعد میشه یه تصویری یا بر اساس عناصر سازنده تشکیل داد یا مثل این تصویر که از لکه بزرگ قرمز مشتری گرفته شده رنگ ها نشون دهنده ارتفاع گازهایی هستند که این امواج رو ساته کردن در واقع این تصویر داره ساختارهایی رو توی جو بالای مشتری نشون میده که تا قبل از این فکر نمیکردن وجود داشته باشه در واقع با توجه به دور بودن مشتری از خورشید تصور میشد که جو بالای مشتری یعنی جایی که گازهای رقیقی مثل جو زمین توش قرار دارن برخلاف خود مشتری خیلی فعال و دارای ساختار نیستن و بیشتر یک نباخت و آرومن ولی این تصویر تصورات قبلی رو باطل کرد و نشون داد ترکیب انرژی دریافتی از خورشید با امواجی که در گازهای این لایه از جو مثل امواج دریایی روز زمین تشکیل میشن میتونن ساختارهایی رو توی گازهای جو مشتری تشکیل بدن در واقع اینجا با یه پدیده جدید به اسم امواج جاذبه مواجهیم که البته زمین تا با امواج گرانشی که در اثر انحنای فضا و زمان به وجود می فرق داره این امواج شبیه امواجی هستن که توی دریا روی زمین به وجود میان و فقط در لایه‌های بالایی جوی هستن و نیرو محرکه اصلیشون هم جاذبه یا گرانشون است تو این تصویر همونطور که گفتم تغییرات رنگ نشون دهنده ارتفاعات مختلفه. رنگ‌های قرمزتر تابش از ارتفاعات بالاتر را نشون میده، در حالی که رنگ‌های آبیتر به تابش از ارتفاعات پایینتر و ابرهای اطراف نقطه قرمز بزرگ اشاره داره. ممکنه بر تو سوال پیش بیاد که مشتری کلا از گازه. پس جو براش چه معنی میده؟ خب ببینید کلا برای هر چیزی میشه جو تعریف کرد. ما یک لایه هایی داریم که اون بدنه اصلی رو تشکیل میده که معمولا از بیرون هم دیده میشه و بعد یه سری لایه های رقیق تر داریم که دور اون لایه های اصلی تشکیل میشن که میتونیم ازشون به عنوان جو مشتری اسم ببریم در آخرین رو هم بگم که مشتری اونجوری که شما فکر میکنید از گاز تشکیل نشده یعنی اون گازهایی که خود بدنه اصلی مشتری رو تشکیل میدن انقدر فشرده هستن که یه حالت مایه که البته دقیقا مایه نیست یه حالت ابر سیال داره رو تشکیل میدن و هسته مشتری هم که اصلا کاملا جامده خب بریم سراغ تصویر بعدی این تصویر بعدی به نظر من بیشتر از اینکه کاربرد علمی داشته باشه بیشتر قدرت تفکیک جین زبر رو میخواد به رخ بکشه ما اینجا یک مجموعه ستاره ستایی داریم که توی تصویر یک و دو سه تصاویری هستن که با تلسکوپ های زمینی البته تلسکوپ های خیلی بزرگی بزرگترین تلسکوپ های زمینی که داریم گرفته شدن که همطور که میبینید کلا سه تا ستاره رو داره تشخیص میده ولی تصویری که جینزب از این مجموعه سه ستا ستاره گرفته به اون نشون داد که اون ستاره سوم خودش یک ستاره دوتایی و یک ستاره دوقلوه که در واقع دو تا ستاره هن که در نزدیکی هم شکل گرفتن و اطراف این ستاره ها داره یک دیسکی از موادی که دارن دور ستاره میچرخن دیده میشه و همچنین جت های از گاز هایی که دارن از این مجموعه خارج میشن این تصویر که میبینید یک نقاشی شبیه سازی شده از این مجموعه ای که جینزب تونسته ازش عکس بگیره اون دیسک ها در واقع دیسک های پیش هستن که در نهایت قرار تبدیل به سیاراتی بشن که دور این ستاره ها در حال چرخشن سرعت بالای چرخش گاز ها در مرکز این توده و تداخل میدان های مغناطیسی که اون وسط هست با این توده گاز ها باعث داغ شدن زیادی اونها و فروران جت‌های عظیمی از دو سر هسته این توده میشه که اینجا توی این تصویر میتونیم این جت‌ها رو ببینیم البته این تصویر به تنهایی توسط جیمز گرفته نشده و اطلاعات دریافتی از جیمز وب با اطلاعات مجموعه تلسکوپ های رادیویی آلما در شیلی ترکیب شده تا بتونه این دیسک ها و این جت ها رو نمایان کنه تفاوت رنگ این دو تا ستاره دوقلو احتمالا به خاطر سرعت هایی که این دوتا دارن یعنی یکیشون داره از ما دور میشه و اون یکی داره به ما نزدیک میشه که باعث این تفاوت رنگ توی تیفشون شده این مجموعه ستاره که اسمش دبلیو ال 20 و 400 سال نوری از زمین فاصله داره با مقدار زیادی از گرد و غبار گاز پوشیده شده برای همینه که توی تصاویر قبلی که تلسکوپ های زمینی می گرفتن خیلی نمی شده جزئیاتی از اون رو دید ولی جینز وب به لطف طول موج خاصی که توش کار میکنه و همچنین قدرت تفکیکی زیادی که داره تونسته این جزئیات رو از این مجموعه ببینه در واقع جینزب دو تا جت تفکیک شده تو این مجموعه رو ندیده بود تا قبلش تصور میشد که این مجموعه همچنان یک ستاره است که توی اون دیسک دور ستاره یک شکاف کوچیکی وجود داره توی یکی دیگه از دستاوردهای جیمز یک دیسک دور یک ستاره که تقریبا یک دهم ده خورشید جرم داره مورد بررسی قرار گرفته و با تجزیه طیف دریافتی از این دیسک پیش سیاره ای عناصر سازنده اون مشخص شده و به قنیترین مورد از هیدروکربن ها در یک دیسک پیش سیاره ای رسیدند اولا این رو بگم که دیسک پیش سیاره ای یک صفحه ای از گرد و غبار گاز و مواد اطراف یک ستاره است که در نهایت میتونه باعث تشکیل سیارات در اطراف اون ستاره بشه همونطور که در این تصویر میبینید مقادیر زیادی هیدروکربن در این دیسک پیش ای مشاهده شده که برای اولین بار مقادیری از اتان در خارج از منظومه شمسی توی این دیسک پیش ای دیده شده این به هیچ وجه به معنی وجود حیات در اطراف این ستاره نیست و حتی اینکه بگیم حتما این دیسک پیش ای بعد از اینکه به سیاره تبدیل بشه حتما توش حیات شک میگیره این رو هم نمیشه گفت چون کربن یکی از عناصر خیلی متداول توی جهانه و این ترکیبات هیدروکربنی در همه جای جهان مشاهده میشه و لزوما منشأ ارگانیک نداره تصویر بعدی مربوط به صحابی مار توی صورتفرکی مار میشه یک صحابی غنی از گازها و قبار بین ستاره ای که ستاره های زیادی توی اون در حال تولد هستند. توی این صحابی پر از ستاره هایی که در حال شکل و همطور که توضیح دادم جت از مواد در دو سمت اون دیسکی که این ستاره ها رو داره تشکیل میده به سمت اطراف پخش میشه و ما تو این تصویر تعداد زیادی از این جت ها رو میبینیم تا به حال این جت هایی که توی این صحابی ها دیده شده بود جهت های رندومی داشتن ولی توی این صحابی هم تو که میبینیم اکثر این جد ها هم راستا هستن و نشون میده که همه اون توده گاز ها و اون ستاره هایی که دارن شکل میگیرن یک راستای چرخش یکسانی دارن این هم راستا شدن جهت چرخش اینها چیزی بوده که منجمان حدس میزدن که میتونه اتفاق بیفته ولی تا به حال مشاهده نکرده بودن و این برای اولین باری که این موضوع رو دارن به صورت مستقیم مشاهده کنن. این رنگ قرمزی که توی بخشهایی از این جهت دیده میشه به خاطر مولکول های هیدروژن و مونوکسید کربونه اگه این تصویر رو با رزولوشن بالا دانلود کنید و جاهای مختلفش رو نگاه کنید چیزهای زیبای دیگه ای رو هم میبینید مثلا این سایه خفاش که آدم رو یاد فیلم های بتمن میندازه و یک حاله ای از گاز که یک ستاره مرکزی رو در بر گرفته و اون ستاره مثل یک پروژکتور داخل این حاله گاز رو روشن کرده توصیه میکنم که حتما این تصاویر رو با کیفیت بالا دانلود کنید و توش بگردید چیزهای خیلی جالبی پیدا میکنید تصویر بعدی که یک تصویر ژرف یا عمیق به حساب میاد یعنی میان یک قسمت از آسمون که کاملا تاریک به نظر میرسه رو روش زوم میکنن و با زماندهی طولانی ازش عکس میگیرن و یک همچین تصویری تشکیل میشه یعنی یک جایی که ظاهرا هیچ چیزی نیست هزاران هزار کهکشان توش نمایان میشه و معمولا اکثر این کهکشان ها مربوط به فواصل خیلی دور و زمان های خیلی قدیم میشن البته توی این تصویر ما یک خوشه کهکشانی داریم که جلوتر هست این نقاط نورانی تر اون کهکشان های جلودست هستند و بقیه کهکشان ها که توی پس هستن هستند نورشون توسط این توده کهکشانی خمیده شده و بنابراین یک قسمت های ما کشیدگی هایی توی تصویر کهکشان میبینیم که به خاطر اون خمیدگی نور یا عدسی گرانشی که این کهکشان ها ایجاد کرده این عدسی گرانشی مثل عدسی معمولی که میتونه باعث بشه چیزهای ریز بزرگ بشن یا چیزهای کم نور پر نورتر بشن باعث میشه نور ستاره های پس یک ذره تقویت هم بشه و ما جزئیاتی توشون ببینیم که در حالت عادی دیده نمیشده مثل این خوشه های ستاره ای که داخل کهکشانی دارن دیده میشن که فقط 500 میلیون سال بعد از بیگ به وجود اومدن اینها قدیمی ترین خوشه های ستاره ای هستند که در این بازه زمانی بعد از بیگ بنگ تا حالا رصد شده این تصویر هم جزئیات خیلی زیادی داره که با دانلود کردن کیفیت اصلی اون میتونید اون رو مرور کنید و از جزئیات حیرت انگیز اون لذت ببرید تصویرای این چنینی اطلاعات خیلی زیادی به کیهان شناسا در مورد نحوه شکگیری جهان نحوه شکگیری کهکشان ها و خوشه های میده و در واقع کمک میکنه که بتونن نظریات مختلف کیهانشناسی مثل بیگ بنگ و نظریات دیگر رو بررسی و تایید یا اصلاح بکنه جیزر یک برنامه داره به اسم پیمایش پیشرفته عمیق فراکهکشانی که به منظور مطالعه اجرام بسیار دور و خارج از کهکشان راه شیری توسط جیمز و انجام میشه تو این تصویر که از یک نقطه از فضا گرفته شده که به اندازه یک دونه برنج که در فاصله دست گرفته شده نزدیک به 79 ابر نواختر مشاهده شده ابر نواخترها ستاره های می هستند که به آخر عمر خودشون میرسن و طی یک انفجار عظیمی منفجر میشن این ابر نواخترها به این صورت کشف میشن که تصاویری که در طول یک سال از این نقطه از فضا گرفته شده با هم مقایسه میشن و تغییرات نوری که توی بعضی از این نقاط اتفاق میفته بررسی میشه و در نهایت مشخص میشه که یک ستاره بوده که منفجر شده خیلی از این نقاط خودشون یک کهکشان کاملن که یک ستاره توش منفجر میشه و وقتی یک ستاره توی کهکشان منفجر میشه نورش غلبه میکنه بر نور همه ستاره های اون کهکشان چون نوری که تو این تصویر داره به ما میرسه زمان خیلی زیادی تو راه بوده تا برسه بنابراین این اول که کشف شدن مربوط به زمانهایی میشن که جهان هنوز خیلی جوونتر بوده یعنی حدود دو میلیارد سال بیشتر سن نداشته و توی این زمان تا به حال اینقدر ابرنواختر کشف نشده بوده در واقع این تقریبا ده برابر ابرنواخترهاییه که تا قبل از این توی این بازه زمانی کش شده بوده ابر نواخترها علاوه بر اینکه اطلاعات زیادی به ما بیدن در مورد اون ستاره که موجه شده یک معیار خیلی خوب برای سنجش فاصله هستند چون انواع خاصی از ابرنواخترها مقدار نور کاملا مشخصی دارند و ما با مقایسه مقدار نوری که داریم میبینیم در ظاهر با مقدار نور واقعی اونها میتونیم فاصله اونها رو از خودمون با دقت خیلی بالا تشخیص بدیم و بنابراین کمک میکنه به اندازگیری دقیق فاصله ها و اندازگیری سرعت انبساط جهان و سن جهان و در واقع جواب خیلی از سوالات بزرگ شناسی رو میتونه به ما بده. و همون اولی که راه افتاد تونست رکورد دورترین و در واقع قدیمی ترین کهکشان هایی که تا به حال کش شده رو بشکنه و بعد از اون به طور پیوسته خودش هی رکورد خودش رو میشکنه و این آخرین رکورد جیزب هست از دورترین کهکشانی که تونسته رسد بکنه که میتونیم بگیم که در واقع قدیمیترین کهکشانی هست که تا به حال رسد شده این مورد که قرمز گراییش 14 یعنی حدود 290 میلیون سال بعد از بیگ بنگ شکل گرفته و میشه گفتش که این زودترین زمانیه که تا به حال مشاهده شده که یک کهکشان بعد از انفجار بزرگ شکل گرفته باشه در موردی که چجوری این فاصله ها رو اندازه گیری و این سن رو تخمین میزنن قبلا توی ویدیوهای زیادی صحبت کردم و یک ویدیو اختصاصی هم در مورد اندازه گیری فاصله ها ساختم توی یکی از تصاویری که پارسال جیمز گرفته بود یک کهکشان خاص به شکل علامت سوال دیده شد که توجه همه رو به خودش جلب کرد حالا توی یکی از تصاویر که جنزب گرفته یک علامت سوال دیگه که خیلی بزرگتر هست مشاهده میشه که چیزی که این تصویر رو خاص میکنه صرفا این شکل علامت سوالش نیست بالاخره وقتی که میلیارد میلیارد کهکشان تو فضا داریم که به شکل های رندوم میتونن در کنار هم قرار بگیرن بالاخره احتمال اینکه یک سریشون یک شکل شبیه علامت سوال تشکیل بدن وجود داره ولی ویژگی خاص این تصویر اینه که این علامت سوال بیشترش توسط یک کهکشان شکل گرفته یعنی در واقع میشه گفتش که دو تا کهکشان هستن که اینها به دلیل عدسی گرانشی به دلیل خم شدن نورشون توسط کهکشانهایی که جلوتر از اونها قرار داره نورشون خم شده و تصویرشون تکرار شده در کنار هم و در نهایت این شکل شبیه علامت سوال رو تشکیل داده البته نقطه علامت سوال مربوط به اون کهکشان نیست و یه تیکه از تصویر این دوتا کهکشان اصلا خارج از این علامت سوال این قسمت از تصویر افتاده یعنی تصورشو بکنید این کهکشان اینجا تصویرش یک بار اینجا یک بار اینجا، یک بار اینجا و یک بار اینجا تکرار شده. و همه اینا به خاطر تغییر مسیریه که توی نور اون کهکشان اتفاق افتاده وقتی که اون نور از سمت اون کهکشان به سمت ما حرکت کرده و از کنار اجرام بزرگ دیگه ای عبور کرده. اصل چیزی که تصویرش تکرار شده دوتا تا هستند که در حال تعامل گرانشی با همدیگه هستن یعنی اونقدر به هم نزدیک هستن که ستاره با همدیگه قاطی شده و این مجموعه است که توی این تصویر هی تکرار شده. فکر میکنم طرفدارای تئوری توتئی که میگن همه تصاویر ناسا فوتوشاپه از دیدن این عکس خیلی ذوق زده بشن و این رو محکم‌ترین سند برای ادعاهای خودشون بدونن این قسمت از آسمون رو قبلا هابل هم ازش عکس گرفته بود ولی توی تصویر هابل ما اصلا این جزئیاتی که توی تصویر جیمز هست نمیبینیم در واقع توی تصویر هابل ما فقط یکی از اون کهکشان ها رو میبینیم و اون کهکشان دومی که قرمز تره توی تصویر هابل دیده نمیشه توی, تصویر جینز هم هست که اون کهکشان دوم و کشیدگیش این شکل علامت سوال رو برای ما بازهتر میکنه در اطراف این تصویر ما مقدار زیادی کشیدگی ها توی نور بقیه کهکشان ها هم میبینیم که همشون ناشی از همون پدیده عدسی گرانشی هستن که توی این تصویر به طور کلی اتفاق افتاده در نهایت هم یک سری از آخرین تصاویر زیبایی که جینزب گرفته را بدون هیچ توضیحاتی براتون پخش میکنم و شما رو با اونها تنها میذارم تا ازشون لذت ببرید خیلی ممنون که تو این ویدیو هم همراه من بودید نظرتون رو در مورد اون تصویر یا کشف مورد علاقتون حتما به من بگید و به طور کلی بگید که نظرتون در مورد جنزوب چیه به نظرتون اون انتظارات رو برآورده کرده و همچنان داره خوب کار میکنه یا یعنی اینکه انتظارات رو برآورده نکرده و اون چیزی نیست که اونقدر در موردش تبلیغ میشد منتظر نظراتتون هستم باد نگهدار